امروز دوشنبه 29 جوزای سال 1391 خورشیدی برابر است با 18 جون سال 2012 میلادی. من فواد امان هستم. رئیس جمهور ایران با رئیس جمهور کرزی گفته است که اجازه ندهد تا پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان در نزدیکی خانه ها ایجاد شوند، زیرا تهران این پایگاه ها را آماج قرار خواهد داد. یک مقام حکومت افغانستان به تلویزیون یک میگوید که احمدی نژاد در حاشیه نشست شانگهای خواهان توجه رئیس جمهور کرزی به این موضوع شده است. هرچند مرکز رسانه های حکومت این گفته ها را تایید نمی کند، اما می گوید که ایجاد پایگاه های نظامی امریکا در افغانستان یک مسئله داخلی است و میان کابل و همسایه ها هیچ تعهد درباره چگونگی ایجاد این پایگاه ها و پیامدهای آن وجود ندارد. در ادامه واکنش های تهران به استفاده امریکا از تاسیسات نظامی افغانستان، این بار احتمال آماج قرار گرفتن این پایگاه از سوی ایران مطرح می شود. و گفته یک مقام بلندپایه حکومت افغانستان که می خواهد نامش گرفته نشود، رئیس جمهور ایران انگام دیدار با رئیس جمهور کرزی در نشست شانگهای در این باره با وی گفتگو کرده است. در حاشیه نشست شانگهای رئیس جمهور ایران از حامد کرزی خواست که شما پایگاه های دائمی امریکا را اجازه می دهید، اما متوجه باشد که فاصله بسیار از خانه های مردم داشته باشد که ما آن را خواهیم زد. این مقام افغان میگوید که 3 روز پیش رئیس جمهور در نشست در کاخ ریاست جمهوری این موضوع را با مقام های دیگر حکومت نیز در میان گذاشته است، اما روشن نیست که در این باره چی تصمیمی گرفته شده است. با اینم مرکز رسانه های حکومت بارد این گزارشا بر دیدگاه پیشین کابل درباره این که ایجاد این پایگاه خطری را متوجه همسایه ها نخواهد ساخت تاکید میکند. هرچند رئیس این مرکز میگوید که خطری از همسایه ها متوجه این پایگاه نخواهد بود، اما میافزاید که در این باره کدام تعهد رسمی میان کابل و همسایه ها وجود ندارد. خب تا هنوز چیز مشخصی در این ارتباط نیست که ما یعنی پایگاه ها باعث از این شود که ما تعهد به همسایا بتیم و همسایا با ما بتن. پایگاه ها مسئله داخلی افغانستان است. آنچه که ارتباط میگره به ما ویست که این پایگاه ها به هیچ وجه به همسایی ما ضرر نمیرسانه. در همین حال سفارت ایران در افغانستان نیز در این باره ابراز بیخبری میکند و بر موقف پیشین تهران در برابر ایجاد این پایگاه امریکا در افغانستان تاکید میورزد. نمیخوام در این صحبت زمینه صحبت کنم. قبلا هم صحبت کردیم. دیگه همون مسئله قبلی رو شما موقفی که اعلام شده همون هستش. این نخستین بار است که تهران چنین هشداری را با کابل در میان می‌گذارد. در 10 سال اخیر با وجود تیرگی روابط میان تهران و واشنگتن، کابل کوشیده است تا حضور نظامی آمریکا در کشور سبب کشیدگی‌ها در روابط میان افغانستان و ایران نشود.